خانم دکتر مقدم یک پژوهشگر فعال حقوق بشر، حقوق زنان و مبارز تبعیض جنسیتی هستند. ایشان فعالیت‌هایشان را قبل از انقلاب 57 آغاز کردند و در دهه 60 توسط جمهوری اسلامی بازداشت شدند و 2 سال هم زندانی سیاسی بودند. سخنران ما درد زنان، نابرابری ها و بی‌حرمتی های زنان ایران رو کاملا لمس کرد. میدونن از اونجا دارن میان. یکی از فعالیت های ایشان کمپین 1 میلیون امضاست که بر علیه تبعیض جنسیتی بوده. خانم مقدم در حال حاضر در خارج از کشور به فعالیت هاشون ادامه میدن. یکی از فعالیت های ایشون مبارزه با قتل‌های ناموسی است که من هم اگر فرصت بکنم، معمولا روزای سه‌شنبه هست، سعی میکنم که شرکت بکنم و بسیار برنامهشون آموزنده است. این شما و این خانم مقدم بفرمایید. سپاس از معرفی بسیار زیباتون. ممنونم. منم به نوبه خودم 8 مارس روز جهانی زن رو به تمام زنان مبارز در سراسر جهان خجسته باد میگم. اون چرا که میدونید از تاریخچه 8 مارس چجوری موجود اومده، من فاکتور میگیرم برای اینکه میدونید و واقع اینا تکرار شده. میرم سر اصل ماجرا و امروز من قصد دارم راجع به چالش های زنان با روحانیت و مذهب در حق خواهی صحبت بکنم. فعالین حقوق زنان در ایران 4 تا خواسته اصلی رو از پیش از مشروطیت داشتند. یکیش خواسته حق آموزش، حق رأی، قوانین برابر و رفع حجاب بوده و برای تمام اینها ما اسناد و مدارک انکارناپذیری داریم. در زمینه حجاب این مبارزه از قرة‌العین شروع میشه که باز هم همه شما آشنا هستید. در زمانی که همه بنده داشتند و چقدر فشار علیه زنان بود، قرة‌العین وقتی که بنده رو برمیداری رو به عنوان کشف حجاب تلقی میکنن و همه ما میدونیم که با روسریش خفش کردن به خاطر در حقیقت اینی که مثل بقیه نبود. مسئله حق آموزش رو که باز هم زنان از مشروطیت و قبل از اون شروع کرده بودند، وقتی که بی بی وزیروف در 1906 اولین مدرسه به نام دوشیزگان رو بنا کرد، اولین کسانی که مخالفت کردن با حق آموزش زنان روحانیون بودن و دستور دادن به این که به افراد عامی، به عوام، به کودکان، از دیوانگان استفاده کردن که برن و در و پیکر مدرسه رو بشکنن. بی بی وزیروف رو فاحشه خطاب کردن و افغان زنان، به کسایی که برای حق آموزش دفاع کردن به اینا گفتن زنان فاسد، زنانی که میخوان جامعه رو به سمت فساد ببرن. و یکی از کسانی که بسیار با حق آموزش زنان مخالف بود شیخ فضل الله نوری بود، مدارک و اسنادش موجود است. و زنان علارغم تمام به اصطلاح مقاومتی که از طرف روحانیت برای حق آموزش زنان میشد، از پا ننشستند و در مدت 6 سال، یعنی تا 1912، تعداد مدارس دخترانه در تمام کشور به 56 باب مدرسه رسید، چیزی که در تاریخ ایران و جاهای دیگه اصلا اتفاق نیفتاده که در عرض 6 ماه تعداد مدارس 56 برابر بشه. و این یک موفقیت بزرگ برای زنان بود. برای حق رأی هم یکی از خواسته های زنان حق رأی بود. در
مشروطیت زنان پا به پای مردان جنگیدن با لباس های مردونه، وقت به طوری که وقتی اینها رو به اصطلاح اجساد می بردن برای شستشو به مرد شکونه، دیدن که 26 تا از کسانی که کشته شده بودند اینها زن بودند، در حالی که در لباس مردان جنگیده بودند. و یکی از خواستهای زنان در اون زمان حق رأی، اما وقتی که مجلس تشکیل شد و یکی مثل مدرس نماینده مجلس شد، در دور دوم مجلس شورای ملی در سال 1911 مدرس در مجلس خطاب به نمایندگان اون دوران و خطاب به ملت گفت که خداوند اینقدر، حالا من ترجمه فارسی صحبتش میکنم، اینقدر در زنان قوه تعقل قرار نداده که بر زمین داشته خودشون بخوان حاکم باشن، اگر منافعی داشته باشن پدران و برادران و مردای خانواده که میاد اونها در مجلس حافظ منافعشون خواهند بود. اینها همه مکتوبه، یعنی جز مذاکرات مجلس وجود داره و قابل دسترسی هست. تمام صحبت هایی که می کنم دوستان می تونن برن و منابعش رو پیدا بکنن. و مبارزه زنان ایران در مورد حق رأی نه تنها همپای با زنان غرب بود، بلکه حتی میتونم بگم جلوتر بود. یعنی اوج مبارزات حق رأی در آمریکا 1920 بود و در انگلیس 1918، در حالی که مسئله مجلس که من دارم خدمتتون میگم 1911 بود. یعنی قبل از اون زنان، حالا اگر نگیم جلوتر بودن، ولی عقبتر هم از غرب نبودن. میایم سر حق حجاب. من خیلی سعی میکنم خلاصه بگم، میتونم خستتون نکنم. خیلی ها معتقدند که حجاب، کشف حجاب رو رضا شاه کرد. این غلطه. کشف حجاب رو رضا شاه کاتالیزور بود در حقیقت، اما ایده کشف حجاب و ایده حق در حقیقت درست، بله من اصلاح بکنم حرف گفتم غلطه، کشف حجاب رو رضا شاه کرد، اما خواسته زنان بود. چطور خواسته زنان بود؟ به این شکل که قبل از اینکه اصلا رضا شاهی در کار باشه، در همون دوران مشروطیت، ما ادبیات ضد حجاب داشتیم. شما اشعار عارف قزوینی، ملک الشعرای بهار، ایرج میرزا و میرزاده عشقی رو مطالعه کنید، ببینید چقدر اشعار ضد حجاب که اینها از کسانی بودند که مدافعین حقوق زن بودند. و زنان ایرانی که اون زمان برای در حقیقت در دوران مشروطه دو دسته شده بودند، یک گروهی که به امر آموزش و ساخت مدرسه می پرداختند و گروه دیگری که به تأسیس انجمنهای زنانه و انتشار نشریات، و در اون دوران ببینیم که چقدر این اشعار و زنانی که حجاب رو نمیخواستند در نشریات زنانه منتشر میکردن و شعرهایی که در این رابطه شعر میسرودن مورد تشویق و استقبال زنان بودن. میرزاده عشقی یک نمایشنامه رو به نام آدم و حوا، هر وقت که من وقتم تموم شد این شکلی اشاره بکن که من تمام، نمایشنامه به نام آدم و حوا رو با جمعیت نسوان وطنخواه میان و تنظیم میکنن و قرار میشه که این رو نمایش بدم. خانم نور خدا منگنه میگه که باید موقع میرفتن مجوز میگرفتن، بعد از تلاش بسیار اون نظمی اون زمان بهشون مجوز میده به این شرط که کارتایی که میخواین توضیح کنید باید کارت عروسی باشه، حق نداریم بگین تئاتر. و قبول میکنن، کارتایی رو به عنوان کارت عروسی درست میکنن و یه از خدمه اون خونه هم استفاده میکنن، عروس و داماد و اینا با چراغانی و چراغ که نبوده اون، با این چیزای چراغای زنبوری که میگفتن اونجا رو اون باغ رو درست میکنن. و حتی نورالهدا منگنه میگه خود من سن رو خود من درست کردم و خلاصه صحنه تئاتر رو درست میکنم.
و به اصطلاح پرده اول نمایش داده میشه که میبینن نظمیه میریزه داخل اونجا و میگن که به ما دستور داره که باید تعطیل بکنید، عین کمیته چی های علمان. و اون موقع آخوندها در حقیقت اعتراض کرد وقتی که میفهمن این نمایش نامه در بر علیه حجاب است. خلاصه این که اینها رو دیگه از پشت بوم فرار میکنن خانم ها و چی چی میشه، داستانش خیلی زیبا و مفصل هست و در این حال بسیار غم‌انگیز. فردای اون روز یکی از به اصطلاح واعظین شهر میره پشت روی منبر و میگه که اینها بعد از این که به اصطلاح تشویق به بی‌عفتی و بی‌حجابی کردن، 5000 نفر زن میان و بدون حجاب و روسری هاشون از سرشون بر میدارن. ببینید دوستان، این ارقام و اعدادی که گفته میشه شما تصور مقایسه بکنید با جمعیت آن زن، و در نتیجه میان و خانم میلور بودا منگنه رو خواست به عنوان بشه و عنوان زن و غیره و بسیار فوشای رکیک در نشریات در مثلا مساجد از طریق منابر و طوری میشه که مجبورش میکنن اون خونه ای که با اون زیبایی و عظمت بوده ترک بکنه و بره جایی رو اجاره بکنه، از اون محل بره. یعنی اینقدر تحت فشار قرار میدن، طوری که این زن در افسردگی میره و فقط تعداد کمی از اعضای انجمن به اصطلاح جمعیت نسوان میتونستن به دیدنش برن. غرض از این همه بحثه میخوام بگم که چقدر زنان، یعنی واقعا چه راه دشواری رو الان اگر ما اینجا با این آزادی نشستیم، ما مدیون اون تلاش های این زنانی بودیم که چه جانفشانی کردن، چقدر از زندگیشون مایه گذاشتن تا این نسل ما بتونیم الان اینجا باشیم، با سواد باشیم، امکانات داشته باشیم. و این تاثیر نه تنها روی زنان ایران که بلکه در روی زنان منطقه و به خصوص در منطقه خاورمیانه بوده. این از مسئله کشف حجاب. پس بنابراین ببینید در همون زمان، در زمان رضا شاه، به خصوص اوایل زمان رضا شاه، پیاده روها زنان مردونه بودن، یک طرف زنان و یک طرف مردان، و اگر زنی یا مردی بخواست مثلا بره از مغازه چیزی بخره، بلافاصله اون نظمیه بهش اخطار میداد که مثلا برگرد سر جای اول. پس بنابراین این مسائل بود، در حالی که زنان پیشرو که کم هم نبودند بسیار زیاد بودند و خواهان کشف حجاب بودند. بنابراین یک شبه وحی نیومد، خوابنما نشد رضا شاه، این پتانسیل در جامعه وجود داشت. اما از اون طرف هم روحانیون به شدت مخالف این مسئله بودن و یکی از کینه ها و دشمنی های روحانیت با رضا شاه این بود که رضا شاه این مسئله رو در حقیقت، یعنی خوبی کاری که رضا شاه کرد، من برخلاف خیلی هایی که مخالف کشف حجاب رضا شاه هستن، من جز مدافعین کشف حجاب رضا شاه هستم، چون که کشف حجاب رضا شاه رو من در جهت رهایی زنان میدونم و در حقیقت برآورده کردن خاص زنان، زنان پیشرو میدونم، و چون بعضی از محققین درست خلاف نظر من رو دارن و میگن کشف حجاب رضا شاه با آنچه که الان آخونده میکنن دروی یک سکست، در حالی که من در کتابی که نوشتم با دلایل خیلی مشخص رد کردم که چقدر بین این دوتا تفاوت هست، که باز وقتتون رو نمیگیرم و فقط اینها همه به قول معروف یه نیشه به قضیه. خب پس این هم در مورد در حقیقت مسئله حجاب. مسئله حق رأی که مسکوت میمونه بعد از مخالفت روحانیون، دوباره در سال 1330 در کابینه مصدق وقتی که مسئله به اصطلاح انجمنهای ایالتی و ولایتی بوده، مسئله حق رأی زنان هم مطرح میشه که در اونجا مجددا اولین مخالفین این مسئله روحانیون بودند و اون زمان هم که تازه حالا مثلا یک آخوند جوانی بود خمینی جز مخالفین این حق رأی بود و بروجردی، بقیه اون آیت الله ها و حجت الاسلام های رنگ و بارنگی که باز هم علیه این
مخالفت میکنن علیه حق رأی و این که مجبور میشه مصدق این رو از دستور جلسه خارج. باز هم برای مدتی مسئله حق رأی زنان به کما میره تا 1341، در مهر ماه 1341 که در اون موقع یک شرط دیگری رو هم از انتخاب شدن و انتخاب کردن مطرح میکنند که این شرط قبلا بر مسلمان باشن اونو برمیدارن و میگن که در حقیقت حق رأی به زنان داده بشه. شاه این مسئله رو مطرح میکنه، باز مجددا مخالفت و خمینی یک تلگرام میزنه به شاه، میگه که این مسئله حق رأی مخالف دین اسلام هست و در قوانین ما همچین چیزی نداریم و حق نداریم. با وجود این در 12 اسفند همون سال حق رأی زنان تصویب میشه. ببینید من نمیگم اعطا میشه، هیچ حقی اعطا شدنی نیست. ما انسان ها دست ده کم نبرد خودم، این حقی که سالها زنان براش مبارزه کردن نهایتا به نتیجه میرسه و به تصویب میرسه. به هر حال در اون زمان شاه رئیس کشور بوده، اگر میفکر چه کسی میخواست بکنه؟ این خواسته ها در حقیقت به عنوان این که سالها بود زنان خواهان این حقوق بودن به تصویب رسید، اما باز هم مخالفت شد. به همونطور که همتون در جریان هستید، میگن ما یه سری از آخوندهای قوم میگن ما کفن میپوشیم میان تهران و بقیه ماجراهایی که میدونید، و بعدش هم که به ماجرای 1342 و 43 و بقیه جریاناتی که منجر به تبعید خمینی به ترکیه و سپس به عراق میشه. این پس هم ماجرای حق رأی زنان که بالاخره بعد از تلاش بسیار به تصویب میشه. اما این مسئله در حقیقت حق آموزش و حق رأی دو تا دست آورد زنان بودن که هرگز و هرگز بازگشت پذیر نیستند، چون سوادی که رفته اینجا شما دیگه به هیچ وجه نمیتونی بگیری. حرکتی است که بعد از انقلاب علارغم اینکه جمهوری اسلامی بعدش نمیومد، حکومت اسلامی بعدش نمیومد که طالبانی بکنه کشور رو، اما هرگز نتونست. و این دوتا دستاورد همچنان سر جاش میبود. اما برگردم به اون دوتا خواسته دیگه، قوانین ضد زن و حجاب. خب زنان هم که با دستور رضاشاه خوشبختانه از قید حجاب خلاص شده بودن و در نتیجه یک وقتی حاکمیت پشت سر شماست به هر حال به قول معروف جون میگیرید و قدرت میگیرید. در مورد قوانین ضد زن، سناتور منوچهریان که یکی از زنان فمینیست بود و سناتور انتخابی هم بود، سال 1353 لایحه‌ای رو به مجلس داد که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رو مثل حق حضانت، مثل حق طلاق، مثل ارث و خیلی چیزهای دیگر رو در حقیقت گفته بود اینا باید تغییر کنن. و یه کتابی هم نوشته بود که در اون کتاب خیلی ایشون سعی کرد که کتاب رو به چاپ برسونه، هیچ چاپخونه حاضر به چاپش نشد در حالی که ایشون سناتور. حالا به هر حال با تلاش زیاد تونست این کتاب رو به چاپ برسونه و دلیل اینکه اجازه چاپش رو نمیدادن میگفتن چون مخالف اسلامه. و جالب اینه که سناتور رو دوباره در همون زمان شاه احضارش کردن که شما چرا این کار رو نوشتید و باعث سر و صدای روحانیت میشید. به هر حال وقتی که این لایحه رو به مجلس داد، باز هم روحانیون مخالفت کردن، به طوری که شاه سناتور خودش رو که سناتور انتخابی بود در حقیقت برای چند ماه تبعید کرد از تهران خارج کرد تا سر و صداها بخوابه، که در یک سری از اون چیزهایی رو که خواسته سناتور منوچهریان بود حذف کردند و در نهایت اون لایحه 1353 لایحه خانواده با نقایصی به تصویب رسید. اما خیلی
قانون پیشرفته تری نسبت به این قوانینی که الان ما داریم بود، از جمله مثلا هم مثلا سن ازدواج به 18 سال رسید، حق طلاق با توافق شد و چند همسری به این شرط شد که با اجازه به صلاح همسر قبلی باشه، در حالی که قبلا به این شکل بود که 4 تا همسر عقلی میتونستن داشته باشن و این را بی نهایت هم سیغه. بعد از انقلاب این حق بلافاصله از زنان گرفته شد و قانون خانواده به قبل از سال 53 برگشت، همین قوانین تبعیض‌آمیزی که ما میبینیم. و در مسئله حجاب هم که همونطور که میدونید 2 هفته بعد از انقلاب اولین دستوری که خمینی صادر کرد مسئله حجاب اجباری بود و گفت که زنان لخت به سر کارشون نرن، انگار که مثلا ما قبلا لخت بودیم. و نتیجه که داد، درسته که خب تعداد زیادی چند 10,000 نفر در تهران و شهرهای دیگه تظاهرات کردن، برای مدتی یکم آرام کردن و شدت فشار رو کم کردن، اما با تثبیت حکومت اسلامی دیدیم که چه کاری با زنان کردن، اونچه که نباید سر زنان اومد اومد و نتیجه این چشمهای نابینایی که الان ما میبینیم، نیکا، مهسا، همه این تصاویری که الان اینجا هست نتیجه همون دستور ضد انسانی خمینی هست و همچنان این به اصطلاح مبارزه زنان ادامه داره و میبینیم که چه جانهایی در این میان گرفته شده، چقدر انسان همین در تظاهرات در به اصطلاح جنبش انقلابی زن زندگی آزادی چه تعداد کشته شدند، چه تعداد معلوم شدند به خاطر قوانین ضد زن و قوانینی که مدعی هستند بر اساس شریعت اسلام هست. مرسی که به صحبت‌های من گوش دادید.